جعفر بن محمد علیه السلام معروف به امام صادق ششمین امام شعیان هست آن حضرت در ربیع الاول سال 83 قمری به دنیا آمده است و در شوال سال 148 قمری به دست منصور دوانقی خلیفه ستمگر عباسی شهید شد ولادت آن امام بزرگوار در یکی از روزهای بسیار مبارک و مهم در تقویم اسلامی یعنی همان روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متولد شدن رخ داده است این تاریخ نشان دهنده اهمیت و جایگاه ویژه جای امام صادق علیه السلام در میان مسلمانان هست مادر امام صادق علیه السلام ام فروه دختر عبدالرحمن ابن ابی بکر است حضرت درباره مادرشان فرموده است مادرم مؤمن متقی و نیکوکار بود و خدا نیکوکاران را دوست می دارد. اصول کافی جلد یک صفحه 472 امام صادق علیه السلام به القاب متعددی معروف است که هر کدام بیانگر جنبه از شخصیت والای ایشان است. لقب صادق که به معنای راستگو و راستین هسته نشان دهنده صداقت درستگاری ایشان در تمام عباد زندگی است. شخصیت امام صادق علیه و السلام از نظر اخلاقی معنوی و علمی در جهان اسلام چون خورشید می درخشد و همه مسلمانان از نور اخلاق معنویت و دانش او همواره بهرها برده و می برند گذشته از شیعیان که ایشان را امام معصوم خودشان وارث علم پیغمبر و ائمه پیشین میدانند آن حضرت نزد عموم مسلمانان از مقام والای برخوردار هست چنانچه بزرگان اهل سنت از روزگار آن حضرت تا به امروز ایشان را به کرامت خلق دانش فراوان بخشش بسیار و عبادت طولانی ستوده اند طبق نقل مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علی مالک ابن انس مقام زهد و معنویت امام صادق علیه السلام را چنین توصیف می کنند او از بزرگان عابدان و زاهدان بود که از خدا می ترسن. بسیار حدیث خوش و بسیار فایدت بود یعنی احادیث بسیاری از ایشان روایت شده خوش محضر بودند و امام فایدمند انا مالک روایت می میگن که سال با ایشان به حج رفتم چون هنگام گفتن لبیک رسید سخن در گلوی او برید اینی میگن امام از سخن گفتن افتاد و نزدیک بود ایشان از چطور بیفتد گفتم پسر رسول خدا میبایست لبیک بگویی گفت چگونه جرأت کنم و بگویم الله لبایک اللهم همه در حالی که می ترسم خدایم بگوید نه لبیک و نه سعدیک کتاب خسال صفحه 185 این خاطره ای کوتاه به روشنی از درجه زهد و خدا ترسی امام صادق علیه السلام و حکایت می کند و نشان می دهد که امامان ما با وجود عظمت و شخصیت و علوب مقام در برابر خداوند تا چه حد خاکسار و خاشق بودند علی ابن اسائی اربلی نویسنده ای کتاب اردشمند کشف الغمه صادق علی محمد را چنین توصیف میکند شنیدن سخنانش باعث زهد در انسان میشد و پیروی از او آدم را به بهشت میبرد نور چهرش گواهی میداد که از سلاله نبوت است و پاکی کردارش آشکار می ساخت که از ذریه رسالت است او از بزرگان اهل بیت و سادات بود علمی فراوان و عبادتی بسیار و پیوسته و زهدی آشکار داشت ابن خلکان اربلی شافعی در باره حضرتش نوشته است از سادات اهل بیت بود و به سبب راستی در گفتار به صادق ملقب شد فضل او مشهورتر از آن است که گفته ان وفایات الایان جلد یک صفحه دوستد و نود و یک عطار نیشابوری از عارفان بزرگ صده هفتم در کتاب خودش تسکیرت الاولیا جلد یک صفحه نو الى پانزده چونان مذوب شعای ششمین خورشید آسمان امامت شوده و از عظمت اون حضرت سرمست است که به زیبایی در وصف حضرتش چنین قلم فرسا است آن سلطان مستفوی آن برهان حجت نبوی آن صدیق آن عالم تحقیق آن میوه دل اولیا آن جگر گوشه جعفر صادق رضی الله عنه گفته بودیم که اگر ذکر انبیا و صحابه و اهل و بیت کنیم کتاب جداگانه باید ساخت این کتاب شرح اولیاز که بعد از ایشان آمده اند اما به سبب تبرک به صادق ابتدا کنیم و روایت از او پیش آمد کلمه چند از آن حضرت بیاورم که ایشان همه یکی اند چون ذکر او کردن ذکر همه بود نبینی که قوم مذهب او دارند مذهب دوازده امام دارند یکی دوازده است و دوازده یکی است اگر تنها صفت او گویم زبان عبارت من راست نیاید که در جمله علوم و ارشادات و عبادات بی تکلف به کمال بود و قدوه جمله مشایخ بود و اعتماد همه بر او بود و همه الهیان را شیخ بود و همه محمدیان را امام بود هم اهل ذوق بود و هم عشق را پیشواق هم عباد را مقدم و هم زهاد را مکرم هم در تصنیف اسرار حقایق خطیر بود هم در لطایف اسرار تنزیل و تفسیر بینظیر این چند گواهی کوچک به خوبی نشان دهنده قدر و منزلت امام صادق علیه السلام نزد عموم مسلمانان دنیا است در بسیار از کتاب ها مانند اصول کافی و ارشاد شیخ مفید از رهلت امام صادق علیه السلام به لفظ مزا، ماتا و قبضه تعبیر شده است. ظاهر این لفظ ها نشان می دهد که امام صادق علیه السلام به مرگ طبیعی وفات کرده است ولی در برخ از کتاب ها آمده است که امام را زهر خوراندن. ابن شهراشوب در مناقب نوشته است که منصور خلیفه عباسی او را زهر خورانید. مناقب جلد یک صفحه دوست داشتاد. و بایست چونین باشد زیرا با کینه که کی منصور از او داشت و بیمی که از روی آوردن مردم بدو در دل دلوی راه یافته بود آسوده نمی نشست و شک چنین است مردی از حاجیان در مدینه به خواب رفت و چون برخواست فکر کرد که همیانش را دزدیدند امام جعفر صادق را در نماز دید و او را نمی شناخت بدو در آویخت که همیانم را تو برده ای امام پرسید در همیانت چی بود؟ گفت هزار دینار وی را به خانه برد و هزار دینار به دو داد چون مرد به خانه رفت همیان خود را در خانه دید وزرخواهان بازگشت امام مالی را که به دو داده بود نپذیرفت و گفت چیزی که از دستم بیرون شود به من باز نمیگردد مرد خواهان شناسایی او شد و دو گفتن امام جعفر صادق است گفت چین کرداری از او از چون او سزد برگرفته از کتاب زندگانی امام صادق جعفر ابن محمد علیه السلام سید جعفری شهیدی